خب بینندگان عزیز، با سلام به شما. خیلی عذر میخوام اگر تصویر قاطی پاتی شده، به جای این کانال اون صفحه فیسبوکمون رو نشون میده و اینها، دیگه عیب نداره، به بزرگی خودتون ببخشید. امروز نرسیدم به محل خودمون، از یه جای دیگه باید برنامه رو اجرا کنم. یه مقداری به اصطلاح، یعنی حقیقتا از اینجا اکسس یا دسترسی پیدا کردم به سیستم خودمون، اینه که وقتی کارا رو انجام میدم یه مقداری با تأخیره. حالا اینا مهم نیست، برگردیم و بیایم، چون همچین برنامه ما هم اینجا میگن به اصطلاح راکت ساینس نیست، چیز پرواز موشک و چیزی نیست که حالا اگه یه کمی اینور اونورش اشکال داشت، مثلا به جایی که بره مارس بره کره مریخ بیفته، یا بره ماه بره اون وقت. تازه کلی هم داد و بیداد هست الان که دروغ گفتن 50 سال پیش کره ما نرفتن، و به همین خاطر دوباره این آقای شارلاتان ترامپ گفته که ما باید تا 5 سال آینده بریم کره ما. بعد یادشون افتاد که آقا 50 سال پیش به مردم گفتید رفتیم کره ما، گفت کره ما رو ول کنید بریم کره مریخ. اینها در راه و در فکر رفتن کره ماه و مریخ هستن. من و شما بر سر دعوای یک دختر خانمی که سوار تاکسی، نه یه چیزی مثل اوبر در ایران راه انداختن، گویا اسمش سنپ هست، و مال کی هست و مال چه شرکتی هست و چگونه اینا میتونن درست کپی اوبر و لیفت و شرکت های دیگر رو اونجا بردارن، ایرانی که مردم دسترسی به اینترنت ندارن، چجوری این کارا انجام میشه؟ دو تا ممکن هست، دو تا چیز ممکن هست. یا اینکه واقعا قدرت خدا به همراه امام زمان، یا اینکه اینا دروغ میگن، اونجا نخودی و ناخودی و بی خودی و اینها دارن. اونایی که با خودشونن همه وسیله‌ای رو میتونن استفاده کنن. احتمالا این شرکت هم مالی آقازاده ای چیزی هست، و من و شمایی که میخوایم بشینیم ببینیم آقا این سربی بیچاره که حالا رفته تو آمریکا چی میگه، اونا نمیذارن. شما باید فیلتر شکن بخری، فرهاد کوشکن رو پیدا کنی و الی آخر. بگذر، گفت بگذر از نی، من حکایت میکنم، از جدایی ها شکایت میکنم. این آقای هادی خورسندی به نحو خیلی قشنگی عوض کرد اون شعر رو، حتما پیدا کنید بخونید. خب یه دختر خانمی در ایران سوار این شرکت های تاکسیرانی که مثل اوبر هست، اونجا بهش آژانس هم میگن، ولی الان دیگه پیشرفته تر شدن، یا با تلفن یا با اینترنت نمیدونم تماس میگیرن و اون میاد سوار میکنه. این دختر خانم وقتی سوار این ماشین میشه، ما خبر نداریم، مثلا روسریشو در آورده شروع کرده آرایش کنه، میخواسته بره سر کار، میخواسته بره دوست پسرشو ببینه، میخواسته بره نامزدشو ببینه، نمیدونیم. اون آقای راننده بهش میگه شما باید حجابت رو رعایت کنی. خلاصه کار به جایی میرسه که راننده ایشون رو پیاده میکنه. حالا میگن تو اتوبان پیاده کرده، یکی میگه نه دیگه کنار خیابون پیاده کرده، مهم نیست، مهم اصل کار یا نفس کار که یه کار غلط شروع میشه به کجاها کشیده میشه. من از امروز صبح خبرهای زیادی در این مورد چپ و راست برام آمد و یکی یکی دنبال کردم به این صورت. خانم میاد فوری برای دوستاش و اینها مینویسه که این راننده و این مشخصات، این ماشین اینجور و اینجوره، و شرکت سنپ رو به اصطلاح بویکات کنید. بعضیا به این بویکات بایکوت هم میگن، من نمیدونم کدومش درسته، بویکات فکر کنم درسته، اصلا اسپلش هم بویکات. خلاص راننده و شرکت سنپ آمدن نوشتن که آقا خانم مقررات این بند نمیدونم 3 ماده 14 نر 16 گفته که شما باید قوانین کشور و اینها رعایت کنید
و وقتی میاین اینجا این یک محل عمومیه، ماشین شخصیتون نیست. و ای بی انصافا تو ایرانی که شما ماشین شخصی هم جلو مردم رو میگیرین، میگین چرا روسری تو ماشین درآوردی یا روسری رفته پایین، دیگه اون حریم شخصی و عمومی و اینها هم قاطی پاتی شده. ایران یه مملکت شیر تو شیریه که تبدیل شده به یک باغ وحشی که شیراش همه شدن خر، شده خر تو خر. بمانه آخونده میاد رو منبر میگه اگر نمیدونم شهوتی شدید، حشری شدید، تو ماشین هم شما میتونید دست به کار بشید. بعدم به مامورا میگه اگه دیدید یک ماشینی بخار پیچیده داخلش، این آقا و خانم دارن یک کاری میکنن، مزاحمشون نشید. حتما فکر میکنید من دروغ میگم، اما برید این آقا رو بیارید که درس سکس امروز که ما میخواستیم این تلویزیون همه چی رو نشون بدیم و اینها، فکر کنم این عجل الله تعالی زودی فیتیلا رو کشید بالا، به جایی که بهش بگیم کجا بودی تا حالا، آمد اینجا و کار ما رو خراب کرد. بماند شرکت اسنپ اول از خانمه عذرخواهی کرده، بعد که آقای راننده، گویا این آقای راننده هم از اونایی که جوان که بوده رفته تو جنگ و عکس سپاهی و بسیجی و فلان اینها، و هنوزم که هنوزه اونا دارن حرف اول رو میزنن، با وجودی که حالا طرف بهره ای نبرده و حالا آخر عمری که نه، همچین پیرم نبود، باید بیاد راننده تاکسی باشه تا اموراتش بگذره، و آقازاده ها دارن حق این بنده خدا رو میگیرن و میخورن و خوش میگذرنن، و اون آقای رامبد جوان بلند میشه زن حاملش میاره کانادا و نیویورک و اینها که بچهش کانادایی باشه یا بچهش آمریکایی باشه. این آقا بنا به دو اصل، خانم شوره عاصمی اگر برنامه رو گوش میکنن، چون به ایشون گفتم من در برنامه صحبت میکنم، ببینید بنا به دو اصل، یکی بنا به باور خودش که باورمند بوده که رفته جنگیده و نگذاشته عراقی ها بیان و نگذاشته کشور یه متر مربعش از دستش بره و فلان اینها، حالا هم خوشحاله که حکومت اسلامی هست و اونجا به اصطلاح اینها دارن چی میگن از سواری میکنن. بمانه اصل دوم، میگه طبق قانون شرکتی که من براش کار میکنم به نام اسنپ، قانونه رو آورده میگه اینها این ماده 2 بند 13 نمیدونم نره 14 فلان گفته باید شما چیز کنی. دوستان خدا شاهده چند روز پیش من رفتم اینجا، این دوستان به شوخی اون وقتا میگفتن تایسنز کورنر قلب ویرجینیا، اتفاقا خود خانم شهره عاصمی در همین تایسنز کورنر الان 8-9 ساله که برنامه های خوبی رو و فستیوال ایرانیان رو اجرا میکنه. ما آمدیم در پایتخت واشنگتن، در قلب ویرجینیا رفتیم اداره راهنمایی و رانندگی. اولا 2 ساعت نشستیم، همون درست روز عید فطر بود، یادمه که بهتون تو برنامه گفتم بعد یه عربی از اونجا به ایش زنگ زدن عید فطر رو میگفتن و اینها، این خانم تنازی هم که هنوز نیومده از خنده روده بر شده. بمانه ما نشسته بودیم، دیدیم یه خانمی نسبتا جوان، آخه ما هم وقتی خودمون پیر میشیم هی اونایی که پیرن جوان میبینیم، با دخترش بود. دخترها دیدین که یه دمپایی میکنن پاشون، از اینایی که اینجوری یه چیزی میره وسط انگشتات، من همیشه بعدم میمد از این دمپایی ها، چون یه بار پوشیدم پام رفت رو میخ، خلاصه هیچ. این دمپایی رو درآورده بود، بعد بلند شد مثلا بره یه کاغذی بیاره، با پای برهنه همین جایی که سنگ مرمر و تمیز و کاشی هم هست و اینا، چند قدم رفت این کاغذ رو بر کلیپ بورد بهش میگن، نمیدونم به فارسی ما همچین چیزی داشتیم، یه مقوای میگذاری زیر دستت روش چی می‌نویسی، اینو برداشت. اومد آقایی که با اسلحه وایساده مأمور حفاظت اونجاست، اومد بهش گفت که تو با کی هستی؟ گفت مادرم اونجاست. برد همینجوری همراهش راه اومد، رفتن بغل دست مادرش، گفت ببین اینجا باید کفش پاتون باشه.
دوستان دفعه دیگه که میرید 7-11 نگاه کنید، نوشته no shoes no shirt no service. میگه یعنی شما اگه پیرن تنت نباشه، کفش پاد نباشه، ما به شما سرویس نمیدیم. که البته برای من همیشه جالب بود، خب اگه تنبون پاش نباشه، کونه پتی باشه چی؟ بهش سرویس میدیم؟ فقط شرت، شرت نه شورتا، شرت یعنی پیراهن و شوز. چون بعضیا مثلا گرمشونه بدون پیرن میان اونجا، بعضیا تو ماشین پای برهنه بوده با پای برهنه میاد، اینو این گفتن، یعنی گفتن دیگه هیچ بیعقلی بدون تنبون و شلوار و اینها نمیاد. راستی ما این آقای مانوک خدابخشیان رو مسخره میکردیم، بگفتیم آقا این ترامپ نیست، ترامپه. بعد حالا میبینم رادیو تلویزیون های ایرانی به این آقای مایک پنس، معاون رئیس جمهور شالاتان ترامپ، میگن مایک پنس. آقا خانم پنس اینجا یعنی شلوار. در هر صورت خلاصه برگردیم سر ماجرای ایران. گویا توی ایران یه برنامه هست توی رادیو که یا توی تلویزیونشون مشکلات روز و اینها رو میگن و به یه جوری هم به اصطلاح مثلا میگن آقا شما گرون فروختی بیبریم اونجا، میرن اونجا میگن آقا شما چرا گرون فروختی، میگه آقا من بهش گفتم فلان، اینا رو یا صلح آشتی میدن یا روبرو هم میذارن فلان. این رادیو تلویزیون بلند شده این آقای راننده و این دختر خانمی که حجابش رو به اصطلاح رعایت نکرده به همراه پدر مادرش در یه محلی که به نظر میرسه دفتر کار هست. البته دوستان برداشتن نوشتن، بذارید اگه بتونم من همین نوشته خانم شوره آسمیر براتون بخونم که اگر نقل قول هم میکنیم نقل قول درست و حسابی باشه. خب شوره آسمی، یک لحظه دوستان، اینجا حتی کیبوردش اندازه دستای ما نیست. خب میگن که بله اینجوری نوشتن، من این متن رو دیدم، نوشتن بعد از برنامه تلویزیونی هویت و اعتراف گیری از زندان سیاسی و خودکشی دادن فعالین محیط زیست، چشممان به این یکی روشن. حالا کارشون به جای رسیده که راننده اسنپ را به منزل دختری که این راننده او را وسط اتوبان پیاده کرده ببرند و دختر را مجبور به عذرخواهی از او بکنند. شرم‌آور است. حالم از چهره این راننده با لبخند پیروزی به هم می‌خورد. گرچه این راننده خودش هم قربانی این نظام هست، با افکار پوسیده‌اش هر کاری از این نوع نفرت مردم را نسبت به آنها بیشتر و بیشتر می‌کند. عکس این دختر خانم وایساده، یک کتاب و کفش چیزی هم دستش، عکس و اینا روشه. مادرش وایساده، پدرش هم وایساده، مادر معلومی که خب ناراحته، ولی حالا چرا اومدن و چرا حاضر شدن عکس بگیرن اینا نمید. ولی یه جایی هست مثل که دفتر کاره، حالا یا اون مال اسنپه، چون اون کیف دستی و اون بریف کیس و عکس خمینی و خامنه‌ای و اینا و اصلا معلومه مثل میتینگ روم دفتره، تو خونه کسی اینجوری به اصطلاح مبلش و اینا رو نمیذار. بله ما آمدیم این زیر اینو نوشتیم بخونیم که یک کلمه بالا و پایین نگفته باشیم. گفتیم که شور خانم سلام، گور پدر آخوندا از اول تا آخر. همین داستانی که برای شما گفتم، من هفته پیش رفتم اداره راهنمایی رانندگی، 2 ساعتی طول کشید. خانمی به همراه دخترش آنجا بود، دختر خانم دمپایی خود را در آورد و کمی قدم زد. مأمور انتظامات آمد و گفت اینجا که هستی باید کفش به پا داشته باشی. حتما زمان کلینتون یادتون هست که پسر آمریکایی به عنوان توریست رفت یا مالزی یا سنگاپور، کجاشون که شلاق میزنم، یا مالزی یا سنگاپور که میگنم خیلی کشور تمیزیه، به خاطر همین قانونا آدامش بخوری نمیدونم $500 جریمت میکنن، نمیدونم فلان خلاف بکنی اینا. بمانه این آقا پسر گل رفته بود اونجا لوسبازی در آورده بود، گرافیتی مثل که با اسپری یا با چیزی روی چیزی خط کشته بود، رو ماشینی خط کشته بود، رو قطاری خط کشته بود، گرفته بودنشو متهم و محکوم، جرمش وقتی مشخص شده بود محکومش کرده بودن به چند ضربه شلاق.
پدر و مادر این پسر آمریکایی لله کردند، التماس کردند به دفتر کلینتون، با خود کلینتون، سازمان‌های حقوق بشری، یکی پس از دیگری. اون اوائلی بود که این تومار رو نمیدونم پتیشن و اینها چپ و راست همه نوشتن. آقای کلینتون آمد گفت مردم آمریکا، قانون کشورها، شما وقتی به عنوان مسافر میری اونجا باید قانونش رو رعایت کنی. خب حالا برای ایشون نوشتم، جواب کلینتون این بود، قانون کشور خودشونه و شما باید قانون رو اجرا کنید. حتما حالا دوستانم حمله میکنن و فوش ارسال میکنن، فعلا به خیر گذشت. یا ببینم حالا کیه، خانم شوهر خانم لطف کرده جواب داده، نوشتن که آقای سوربی سلام، آیا زمانی که سیاه‌پوستان در آمریکا اجازه نشستن در اتوبوس ها و یا رفتن به رستوران ها را نداشتند، به نظر شما باید قانون کشور را اجرا می کردن؟ و خودشون جواب دادن نه، به نظر من نه، مبارزه مدنی بدون خشونت کردند تا حقشان را گرفتن، همین کاری که زنهای کشور ما می کنن. خب من را نوشتم، من امروز به اصطلاح جواب میدم، یعنی در این مورد صحبت میکنم. بعد دیگران هم همین، مثلا خانم فاطمه بهکام نوشتن شوهر جان اینجا خونه نیست قطعا، ولی اصل عمل که دختره رو مجبور به معذرت خواهی کردن غلطه. دوستان معذرت خواهی غلطه، یا عذرخواهی بگید یا معذرت خواستن بماند. ببینید خانم شوهر عاصمی گرامی، خانم روزا پارک وقتی که رفت نشست پشت صندلی راننده جایی که باید به اصطلاح سفید پوستا می نشستن، همین ماجرایی که تو ایران الان هست، آقایون جلو بشینن خانم ها عقب بشینن، این خانم رفت نشست جلو و ولی راننده اتوبوس بلند شد بهش گفت قانون میگه بشین اونجا، دقت کنید لطفا، قانون میگه بشین اونجا، اون نرفت بشینه، راننده اتوبوس قانون رو صدا زد، پلیس آمد و دستبند زدن و رفتن و جنبش شروع شد. همینجا رو داشته باشید. خانم شوهره عاصمی عزیز، اینجوری نیست که من و شما یه سال اینجا سفرامونو بریم، تفریحامونو بریم، برنامه های خودمونو داشته باشیم، تولد نوهامونو داشته باشیم، فستیوال و خواننده و عشق و خوشی، بعد یه دختر بیچارهی میره روی ستون، روی از این باکس برق، همه ما همون روز احساساتی، بله بزنیم بکوبیم بگیریم، اینا زندگیشون به هم میریزه. این خانم این آقا الان ممکنه اصلا پدر و مادر این تو اون کوچه تو اون محل، بله 4 نفر بهشون احترام بیشتر میذارن، ولی 10 نفر 15 نفر که همون نوکرای اون رژیم هستن، نوکرای آخونده هستن، با اینا رفتار بد میکنن. حالا شما بشین اینجا بگید اینها که چیه مدنی، همین چیزی که آرزا میگه، اونجا اصلا مدنیتی وجود نداره که شما بخوای نافرمانی مدنی کنی. اگر شما امروز تصمیم بگیری بگی این دختر خانم رفت توی اسنپ نشست این کارو کرد، من الان دیگه همه زندگیمو میذارم کنار و میرم دنبال این، منم میام دنبال اون حرکت که شما انجام میدی. ولی این که آفرین بر این دختر شیردل که فردا تو مدرسه بهش گیر میدن میکننش بیرون، فردا بچه ها سر خیابون، پسرا سر خیابون مزاحمش میشن، اگر کسی هم صحبت کرد به بسیجیه میگه این همون خانم است که تو اسنپ بودا، این همونه. ای کاش زندگی به همین سادگی بود که من و شما امیدواریم باشه، ولی نیست. خانم عاصمی عزیز، وقتی که من ترسو در رفتم آمدم اینجا، وقتی که شما و دیگران بنا به هر دلایلی آمدید اینجا و اون محیط رو خالی گذاشتیم، یه شعر قشنگی هست میگه که وقتی که بیشه خالی از شیر میشه،
حالا ما همچین شیری هم نبودیم، ولی بالاخره یه چیزی بودیم دیگه. وقتی که ماها در رفتیم آمدیم، اگه این کامپیوتر نبود چه کار میکردید؟ مثلا روزانه نامه مینوشتید، از احوال فامیلتون باخبر میشدید؟ نه، الان به قدرت این کامپیوتر و تکنولوژی جدید یه ارتباطی برقرار شده، این ارتباط به ما داره قدرت کاذب میده. یکی اومده میگه آقا من این قرار با آقای چیز مصاحبه کنم، یا آقای مجاهدی اینجا تو کباب بازار میگفت که آقا دیدی ما تروریست، ما سپاه رو کردیم جزو تروریستا. بود آقا خاک بر سرا، شما خود تو ته مدت پیش جزو تروریستا بودید. اگه شما لیست تروریست بودن آمریکا رو قبول دارین، که خب خودتون تروریست بودین. آمریکایی که پی ال او رو گفت تروریست، آمریکایی که مال ایرلند رو میگفت تروریست، آمریکایی که هر کی امروز دوست نداره میگه تروریست، فردا همچی که حق به حساب رسید میبرتش از لیست بچهای بد تو بچهای خوب. آقای ناصر ممغانی پولی به من میگه آقای سوربی، حالا من چیزی نمیخوام بگم، ولی شما میدونستید که من باعث شدم از کانادا سپاه پاسداران بره تو لیست تروریست؟ گفتیم والا یه سپاهه، اونم تو ایرانه. ولی اینجا میگن پیروزی 1000 تا پدر داره، ولی شکست یتیمه. حالا تازه رفت، چی شد؟ خب الان بله، گفت الان دیگه کاردشون کهنه شده، تیغشون کند شده. گفتم آقا کاردشون کهنه شده، تیغشون کند شده، حالا شما بلند میشید برید ایران، ولی یادت باشه اگه افتادی دستشون، اونایی که تو کار شکار و قصابی و گوشت بریدن اینا هستن میدونن که با کارد کند اگه سر یه کسی رو ببرن چه دردی داره، اگر بخوان یه چیزی رو ببرن چه مشکلی داره. هممون نشستیم اینجا شعار میدیم، خانم روزا پارک یه حرکتی، بعد یه جنبشی، بعد اینجا قانون بود. همون موقع هم که اون قانونایی که شما میگید نبود، قوانین دیگه‌ای بود. خانم اونجا جنگله، اونجا جنگله، نخوری میخورن، نزنی میزنن. حالا شما بشین اینجا برای من بگو مگه قانون مثل روزا پارک نبود؟ مگر حق نبود؟ خب اینجا شما اسپید لیمیت رو به من بگو چرا 55 باید باشی؟ خب من میخوام این قانون رو بشکنم. ماشینا الان همه بهتر از ماشینای سال 1960، اون موقع اسپید ان لیمیتد بوده، از سر ماجرای 1969 و 70 و اینا، ماجرای بنزین که اومده، اینا اسپید آوردن پایین، گفتن ماشین توی اسپید 55 به اصطلاح بهترین بازده برای سوخت میده. از اون موقع تا حالا جاده ها بهتر، ماشینا بهتر، اصلا سیستم عوض شده، از کاربراتور رفته اینجکتور، اصلا برقی شده، مسئله سوخت دیگه مطرح نیست. ولی نمیذارن شما تون بری. چرا؟ چون شده راه نوندونی و پول در آوردنشون. خب این خانم تو ایران میخواد قانون مملکت رو بشکنه، من اینجا میخوام قانون اینو بشکنم، آقای ترامپ قانون تکس رو بشکنه. خب پس چی شد؟ بله، گفتن که قانون رو گذاشتن، درست کردن برای این که بیان بشکننش. ولی اینجوری هم نیست دیگه عزیز من. شما اگه رفتی فروشگاه دمپایی تو ماشین بود، با عجله رفتی یه نوشابه بخری، اون فروشنده هندی که وایساده اونجا به شما میگه خواهر، خانم، هرچی، من به شما نمیفروشم، برو دمپایی تو بپوش بیا. خب شما اونجا یه حرکت انقلابی را بنداز، ما میخوام از فردا بدون دمپایی بریم فروشگاه. اینجوری نیست عزیز من، اینجوری نیست، به این سادگی نیست. خانم تنازی میگه که خانم تنازی ما هی میگیم شما فرانسه هستی، هی یادمون میره کجایی، فرانسه هستی. میگه بله، همین کارها را ایرانیان در آمریکا، اروپا، کانادا واسه اون دختر 7 سال در زندان انجام دادن، تا دخترها، تا ملاها اون دختر رو اعدام کردن. از دکتر هولاکویی تا تلویزیون های ایران جلسی ایرانی که مثلا فعالیت واسه اون دختر بیچاره زندانی انجام دادن، تا رژیم دختر بدبخت را اعدام کرد. بله، میگه که آقا ممغانی خودش رفت توی هلفدونی. بله، به این آقای ممغانی من گفتم آقا اینجوری نیست، تو نمیتونی بری
یه جایی که طرف بیزینس داره، کانادا، اون شهر، اون کانتی، اون استیت به این اجازه بیزینس داده، تو بری اونجا به دیگران هم وایسی چیز کنی، خب این زنگ میزنه پلیس میاد میگیره، گرفتنش. اصلا چنان بیچارش کردن، زندگیش عوض شده، حالا رو خودش نمیاره، هنوز هم هی میگه نه من پدرشونو در میارم. آقا اونا پدرتو در آوردن، چی پدرشونو در میارم؟ با ندانم کاری، با کارای اشتباه خودتو داغون کردی. ولی اون بقال مغازشو بس، اون بقالی که شما میگی خمینی بهش پول میداده، و منم والا نمیدونم، میگم اینجا این آقای حسین پناه بنده خدا بیزینسش هم از دست داد، ولی شایع بود که مجاهدین براش رستوران خریدن. آقای فیلابی اینجا کار میکرد با زحمت، میگفتن مجاهدین براش اون قرارداد، میگم بابا 4 تا ماشین کهنه داشت، 4 تا ماشینش 20000 دلار نمیارزید. ما دلمون میسوخیم بنده خدا، قهرمان مملکت با این هیکل شب تا صبح سرشو میذاره رو فرمون میخوابه. خلاص بله، ممقانی خودش رفت توی هلفدونی، میگه که آقای نیساری سربی جان کاکو درود، پایدار و مانا باشی، خیلی ممنون از شما دوستان عزیز. حالا ببینیم که ماجرا چیه. به این دوستان هم ما گفتیم ما روی برنامه هستیم، اگر خواستید بیاین و میتونید یا صحبت کنید یا زنگ بزنید یا با فیسبوک بنویسید که نیومدن، چون معمولا اینجوریه، میان یه چیزی می‌نویسن، باید برم بچه‌مو بیارم از مدرسه، نوبت دکتر دندون دارم، باید برم نمیدونم سر کار، اگه یه ساعت دیر برم 10 دلار دیرتر گیرم میاد. ولی این دختره ماشاءالله، حالا خوبه یه روزی معلوم بشه که این چرا، شما اگر تو خونت با حجاب اومدی بیرون سوار این ماشین شدی، این چه حجابی بوده که شما همین الان باید خودت رو بی حجاب می‌کردی، نمیتونستی به محل که رسیدی دو قدم جلوتر وایسی به آقا بگی همینجا منو پیاده کن، بعد بی حجاب بشی بری اونجا. یه فیلمی گرفته بودن، این از ایام فوت خمینی، گفتم اینم که هی زور میزدن میگفتن شب عید نمیدونم فطر این ور اون ور، گویا میخواستن عید فطر رو با درگذر با سر سال این یکی کنن. بعد فیلم گرفته بود طرف، من به پاسدارا میگم ما همه داریم میریم شمال، الان طرف فیروزکوه هستیم. این سعید گذاشته بود براش، نوشتم آقا میدونی چیه، اون وقتا میگفتن طرف خودش کرم داره، ببخشیدا میگفتن جایی که خارش میکنه خودش سفارش میکنه، یا میگفتن کرم پنیر از خود پنیره، یا میگفتن کرم درخت از خود درخته. آقا خب داری میری 3 روز تعطیل کردن، برو عشق کن دیگه، چرا این کارو میکنی که فردا بیان 100 تا ایست بازرسی بذارم. من یادمه ما رفتیم تهران، از تهران که داشتیم میمدیم، من دبیر هنرستان، داداشم استاد دانشگاه شیراز، کارت شناسایی داریم، گواهینامه رانندگی داریم، یه ماشین رنو نو داشتم من، نو که میگم یعنی یه دکی 2 سال کنه بود. خلاصه وقتی آمدیم سر راه قم، حسن آباد اینا، هی یکی به یکی یکی به یکی چیز بود، هم ما رو گرفتن، وسائل و امکانات هم نداشتن. خب مثلا شما اگه میرفتی چهارراه اصلاح‌نژاد ماشینی تو میدادی تو دوزی کنن، اون آقای جمال نداف، برادران نداف، اینا یه وسائلی داشتن، یه پیچوشلیایی داشتن، کج بود، مینداختن در رو اینجوری در میآوردن، تو دوزی رو اونجوری در میآوردن. پسره که اصلا تو عمرش ماشین ندیده آمده این چیزای ما رو میکنه، میگم آقا چرا اینا رو میکنی؟ میگی میخوایم ما ببینیم شبنامه و یادداشت و اینها توی در شما نیست؟ میگم آقا من دبیر همین مملکت شما هستم که به بچه های مثل تو درس یاد میدم، این داداش من استاد دانشگاه، یعنی شما فکر کنی ما از شیراز بلند شدیم بیایم اینجا کاغذ شبنامه بذاریم تو ماشین ببریم؟ کاغذی که با پست میشه بفرستن، کاغذی که با پیک میشه بفرستن، آخه حماقت چرا؟ تا چقدر؟ خب اونا حماقت و احمقی رو به حد اعلا رسوندن، من و شما هم اینجا دوستان این کارا رو داریم میکنیم و 40 ساله. یه روز یکی میاد، یه همشهری ما داریم بهش میگن نمیدونم مبارز راستین، مبارز پستو، یک دیوانه ایه که من اصلا براش نوشتم که آقا من به شیرازی بودن تو هم شک کردم.
چون فکر نمی کنم شیرازی به این احمقی داشته باشه. مرد که دیوانه. خب هر کدومون به یه نوعی، منم به یه نوعی، حتما یه عده دیدید دیگه. اون روز آقای مانی میگفت، یه دوستی بهم گفته آقا بیکاری که برنامه سربی رو نگاه میکنی؟ گفتم خب بهش میگفتی بیکارم، و اتفاقا خود سربی گفته اگر ما کاری داشته باشیم که نمیشینیم برنامه نگاه کنیم. آقا خانم تننازی، شما الان اگه قرار بود با دوستات بری بشینی پیتزا بخوری با شراب، میومدی بشینی برنامه منو نگاه کنی؟ یعنی دوستات الان رفتن کنار خیابون، منظره های زیبا کنار این فواره های آب نشستن، دارن پیتزا و شراب میخورن، بعد شما گفتی من برنامه سربی که تموم شد میام؟ نه، امروز قراری ندارید، چهارشنبه است، نشستید برنامه نگاه میکنید، جمعه باشه میرید بیرون، بعدم اینسی سربی نتونستیم برنامه تو زنده نگاه کنیم، الان نگاه میکنیم. ما میگیم هیچ اشکالی نداره، برنامه ما زنده و نیمه جان و مرده و اینا هیچ فرقی نداره. چه فرقی میکنه؟ بله، آقای سعید کاووسی میگه آقا حجاب قانون است، مخالفت یا ملی، مخالفت یا ملی یا قانونی، مخالفت فردی قانون شکنی است. آمریکا قانون بشکنی و پررویی کنی، یک گلوله تو کلت حرومت میکنه. خدا پدرت بیامرزه. اینم برای اونایی که میگن سعید کاووسی حرف حساب نمیزنه. سعید کاووسی حرف حساب زیاد میزنه. بعضی وقتا بلد نیست با طبع نازنازی شما چجوری حرف بزنه. ولی منظورش اینه که میگه آقا بشین. بعضی وقتا هم عصبانیه میگه بتمرگ. حالا اون یکی دروغتون میگه بفرمایی، ولی تو دلش امیدواره که وقتی شما میشینی روی این صندلی یک تیغی باشه باسنت هم کات کنه. بعضی وقتا اونی که بهت میگه بتمرگ، اونی که بهت میگه بشین، والا نیتش بهتر از اینیه که اون بهت میگه بفرما. ولی میگه نه، بعدن تکرارش تماشا میکنم چون برنامه سربی رو دوست دارم. خیلی ممنون. بله، صحبت رفیق شماست، تشریف بیار. رفیق کی؟ این پرویز بابایان، این که دوست خودمونه، قرار بود از کانادا بیاد اینجا، نیومد. بله، پس این ماجرا اینجوریه. نافرمانی مدنی الان 40 سال این مردک دیوانه رضا تنبل، رضا پلوی، یه چیزی از یه جایی یاد گرفت، نافرمانی مدنی. آقا اون گاندی، اون دکتر لوترکینگ، مارتین لوترکینگ، اینا اگر نافرمانی مدنی رو شروع کردن، قدم اول اگه برمی داشتن، قدم دوم هم بود. چشماتون رو ببندید دوستان، فکر کنید میخواییم بریم پشت بوم. سربی بهتون میگه برای رفتن به پشت بوم یه نردبان لازم داریم و من بلدم نردبان بسازم. میره دو تا چوب بلند میاره، میذاره موازات هم، یه دونه پله اولش درست میکنه، یه دونه پله اون بالای بالا میذاره بغل دیوار، بغل خونه، میگه برید بالا. شما یه نگاه میکنید میگه خب خدایا من پامو بذارم اون پله اولی، روی استپ اولی، روی این چی میگیم به نردبون، اون نرده اولیش، چجوری من میتونم به اون بالا برسم؟ اگه به اون بالا برسم که این احتیاج نیست. ما نردبونامون اون چیزا رو نداره. یه کسی که نقاشیش خوبه یه نردبون برای من بکشه که به جای 12 تا 13 تا استپ یا نمیدونم قدم چی بهش میگیم دیگه، یادمون رفته والا، یکی اول گذاشته یکی بالا. اینم برای اینه که این شکل وایس شکل نردبون باشه، هر کی هم از دور نگاه میکنه میگه بله بابا سوربی جو بیا فرما، اگه گفت برو رو پشت بون، نردبونش هم گذاشته، ولی میای نزدیک میبینی نذاشته اون پله ها رو، نذاشته یه دونه اولش گذاشته، یه دونه بالا گذاشته، شما رو به امان خدا ول کرده این وسط. آقا گاندی گفت برین، بله اون جنبش نمک و راهپیمایی و اینا، بعد گفت اگه میزننتون خونین و مالین میشین اینو ببرید آخر صف، نه که وایسید دعوا کنید. و پیروش مارتین لوترکینگ همینجور، و خودش هم کشته شد. شماها یکیتون حاضرید دست بچهتون زخم بشه؟ نه. حاضرید بلنشید برید؟ نه. اگه خمینی هم مثل من و شما مینشست جلو کامپیوتر فقط نمیدونم بری بزنید. اون روز دیدم مانوک خدابخشیان یه چیزی نوشته بود، بعد البته میگن تکذیب کرده، گفته من ننوشتم، دیگران به نام من نوشتن، و چون رسم بدی شده
بذارید ما حرف ایشون رو قبول کنیم دیگه، که به نام ایشون برمیدارن چیزایی رو می‌نویسن. نوشته بود برید بریزید بیرون فلان اینا، طرف گفته بود آقا تو نشستی تو لس آنجلس به مردم میگید، به جوونا میگید برید بریزید بیرون، اینجوری نیست که. بله خب آقای پرویز بابایی، این چرا خوشنودی همشهری ما میگه صحبت رفیق شماست تشریف بیار؟ خب ببینیم که برای شما چی نوشتیم، چی گذاشتیم. و اما دو روز پیش دوشنبه قرار بود تعرفه، یا اینجا میگن تعرف، قانونی بشه برای مکزیک که هر چیزی میاد 5% من و شما گرونتر پول بدیم، چون این شالاتان مونده توش، دیواری ساخته نشده، حتی تا حالا یک آجر نگذاشتن، مونده 7.24 شه و از طرفی هی میخواد سر و صدا ایجاد کنه که این ماجرای زندان رفتن، ایمپیچ شدن، استیزا شدن. همین الان که من و شما صحبت میکنیم، پسرش باز امروز قرار بود بره مجلس و گفتن حالا اگه بره مجلس احتمالا میگه من fifth amendment، شما حق داری ساکت بمونی، چون میگه اگه حرف زدم ممکنه از این حرف به ضرر خود من استفاده کنی، پس من ساکت میشم. ولی بعضی وقتا وقتی شما ساکت میشی، اون طرف مقابل حرفاشو که میزنه، اون وقت شما دفاعی نکردی، به ضررت تموم میشه. بمانه. و جالبتر این که این شارلاتان میگفت اگر کسی بیگناه هست تیک فیفت برای چی میکنه؟ چرا میگه ما اون قانون پنج رو میخواییم بگیریم که صحبت نکنیم، بیان حرف بزنیم؟ نه خودش تا امروز اومده حرف بزنه، نه افرادی رو که براش کار کردن و بهشون گفته برید قانون شکنی کنید. خانم شوره عاصمی حواستون باشه، من و شما که داد میزنیم، فریاد میزنیم ترامپو باد بگیرن، برای چی میگیم باد بگیرن؟ برای قانون شکنی. این همون قانونیه که خانم روزا پارک زد شکندش. اگر آقای ترامپ قانون میشکنه، باید انقدر شهامت داشته باشه بیاد بره دادگاه مجرم بشه، شناخته بشه، محکوم بشه، مجرم شناخته بشه، جرمش که خواستن بدن، حتی بره زندان و بیاد بعدن یه جنبشی را بندازه این قانون عوض کنن. وقتی شما میری به اصطلاح کار شکنی میکنی در راه بازپرسی بازرسی، این قانون شکنیه. و این آقا باز هم داره همینجوری مثل ما، آقا قانونه بده، من آدم خوبی هم، قانونه بده. بله میگه ما هم نافرمانی مدنی در ایران انجام دادیم، گفتن بریم خیابون و رفتیم. چرا علامت سوال گذاشتی؟ این حرفای آقای احمد شاملو رو گوش بده، میگه ما ای حالا چند سال پیش خوب بنده خدا مرد دق کرد هرچی بود رفت، ولی اگه نوشته های ما رو امروز میدید که هممون هی آپاستروف و ویرگول و استاپ و علامت تعجب و اصلا هم نمیفهمیم برای چیه. گفتن بریم خیابون به سوالی و رفتیم. اونها که همراهمون اومده بودن همه ترسیدن فرار کردن، یا اشاره میکردن به مامورها و من رو نشون میدادن که اون بود اون بود، ما نبودیم. اومدن ما رو گرفتن، خودشون فلنگ رو بستن. آها اینجوری میشه. آقای خوشنودی میگه ما هم خواستیم حرکت نافرمانی مدنی کنیم، با بچه‌ها گفتیم بریم خیابون رفتیم، و گفتن بریم ما رفتیم. بله ببین اصلا تو ایرانی میگه شما برو جلو من هواتو دارم. یعنی چی؟ یعنی همیشه اونایی که تو رو تحریک میکنن پشت سرن، به دو دلیل. یکی میگن تو سرباز پیاده هستی، برو جلو خرد بشی، داغون بشی، من بیشتر از تو میفهمم، من فرمانده هستم عقب میام. در صورتی که فرماندهان واقعی این نوع مبارزه ها باید پرچم دستشون باشه، اون جلو باشه. اصلا اصل وجود و پیدایش پرچم برای همین جنگ ها بود، برای همین مبارزه ها بود. دلیلش هم این بود که آقای خوشنودی و سوربی اگه پشت سر عبدالرهره شما یادت نیست، اگه پشت سر عبدالرهره یا پشت سر سیاخان که مجسمش تو بیمارستان سعدی بود را می افتن، بدونن مجسمه سیاخان مثلا علامت یک پرچم سیان با یه اسکلت و دوتا استخون. این بود که پرچم به وجود آمد، این بود که اون کاوه آهنگر تو داستانش اون پیشبند چرمیش و برداشت رو کرد پرچم. و یعنی هر کی به من باور داره بفرما، شما برو اینجا توی واشنگتن میبینی روزی 20 تا از این تورا میان مال چین و این ور اون ور، طرف یه چیزی مثل آنتن ماشین گرفته دستش، بالاش یه پرچمیه، حالا یه اسمی هم نوشته.
اینایی که با این اتوبوس اومدن میدونن که باید دنبال این برن. ما نه پرچمدار داریم نه رهبر داریم، برای که خودمون هیچ کسی رو قبول نداریم. طرف میگه آقا حالا شما میگید این بده، من چه کار کنم؟ میگم آقا من به شما میگم این اگه خوبه برو دنبالش، برو همراهش، برو زیر فرمانش. شما هستی که داری به ما میگی این بده. از اون ور با نرفتن و نپیوستن به ما میگی این بده، بعد از اون ور میای میگی این خوبه. ما داریم ببینیم عملت با صحبتت فرق میکنه. واعظان که این جمله در محراب و منبر میکنن، چون به خلوت میروند آن کار دیگر میکنن. بله حشمت دراز یادم بنده خدا چه هیکلی هم داشت، حشمت دراز خیلی گنده بود و فکر کنم مرد دیگه، چون موقعی که ما شیراز بودیم این چیز. خب این ماجرای واعظان کین جلوه در محراب و منبر میکند، یه آقای توی برنامه‌های تلویزیونی و خیلی جالبه الان که گندش بالا اومده رفته کانادا که خانمش حامل است بزاد، فیلمایی رو ازش آوردن که ایشون رفته دیدار خامنه‌ای. و ببینید دوستان یکی یکی اینایی که تو تلویزیونای ایرانی هستن، اینا ملیجک ها، نور چشمی ها، به اصطلاح از ما بهترونای خود اینها بودن. اون آقای حسینی دیوانه میاد اینجا ریستارت را میندازه، خدا میدونه چه گوهکاری کرده بود، شکایتش کرده بودن، تا قبل از اون ماجراها با اینا بوده، خورده برده دادنش کردن تو حلقش، بعد کثافت بازی در برده، اونا هم تحملش نکردن در رفته اومده. میگن این آقای رام بوده جوان، فامیلیش جوانه، گویا یه روزی یه اتفاقی افتاده، ماجرای همین بیهجابی و اینها بوده، گفته بله حق با اوناست، دفاع کرده از اونایی که با اون بیهجابه اذیت کردن، ولی الان آمده خانمشو عکسشو اینا رو نشون میده، خانمم حاملن، خود اینا هم رفتن فروشگاه تاق و تاق چی گرفتن دستشونو خریدن و دارن میبرن و عکساشو گرفتن. ولی یه چیزی یادتون باشه دوستان، این آقا با خانمش بیهجاب در کاناداست یا در نیویورکه، یعنی این وقتی برمیگرده اونجا زنه رو سرش میکنه سرش، یعنی میگه ما قانون اینجا رو قبول داریم، من و شما نمیریم چون قانونش قبول نداریم. حالا آقا من هفته پیش شنبه رفتم توی این یوگا سنتری که آقای احمد ندیمی برنامه داشت، شما در که باز میکنی نوشته اینجا که میایین باید کفشتون رو درارید، یک سربندی هم بذارید رو سرتون. هنوز من سوالم اینه چرا میگفتن دستار ولی میبستن رو سرشون. بله و من یادمه من چندین بار عروسی هندی ها فیلم برداری کردم، وقتی میری تو معبدشون فوری باید کفشتون دراری، یک پارچه های سفید یا مثل لچک سگوشه ولی خیلی تمیز شستن گذاشتن، شما میپوشی، بعد هم نوشته وقتی پوشیدین دیگه نگذارید اینجا، بذارید این وقت ما دوباره بشوریمش. آقا نمیخوای نرو، خانم نمیخوای نرو، کسی نمیاد تو خیابون دست و پات بگیره بیارت داخل. قانون اینا اینه، تمپلشون، محفلشون، مسجدشون که میری قانون اینه، مسلمون هم همینه، میگه آقا کفشتو درار چون ما میاییم اونجا میخوایم کفشای نو کش بریم، ببینیم کفش کی بهتر، کفشمون رو کش بریم. اینم ماجرا. ولی این شعره برای آقای رامبد جوان، حالا اگر اینجام باشه یه مسابقه باش بکنیم. واعظان کین جلوه در محراب و منبر میکنن، چون به خلوت میروند آن کار دیگر میکنن. مشکلی دارم ز دانشمند مجلس باز پرس، توبه فرمایان چرا خود توبه کمتر میکنن؟ گویا باور نمی‌دارند روز داوری، کین همه قلب و دغل در کار داور می‌کنند. یارب این نو دولتان را برخر خودشان نشان، کین همه ناز از غلام ترک و استر می‌کنند. ای گدای خانقه برجه که در دیر مغان، می‌دهند آبی که دلها را توانگر می‌کنند. حسن بی پایان او چندان که عاشق می‌کشد، زمره دیگر به عشق از غیب سر بر می کند. بر در میخانه عشق ای ملک تسبیح گو،
کان در آنجا طینت آدم مخمر می کنند. صبحدم از عرش می آمد خروشی، عقل گفت قدسیان گویی که شعر حافظ از بر می کنند. اینم آقا حافظ همشهری ما هست، آقای رام بوده جوان، اونجا واعظی بوده که اینا رو گفته که پولشو بتونه در بیاره. و برای من چه جالبه که اینا به چه سادگی میتونن بیان. ما یه دوستی داشتیم اینجا، دخترش میخواست ازدواج کنه، داماد آمریکایی، پاسپورت آمریکایی داره، دختر گرین کارت آمریکایی داره، دعوتنامه فلان فرستادن، بعد از چند مدت تازه به مادر ویزا دادن، گفتن پدره باید با چی بشه، FBI. پدره یه پیر مرد بازنشسته بیچاره رو کلی وقت نگه داشتن، اینا هم اینجا نگران که حالا اگه بیاد لابد دیگه اصلا میگه بابا این پدرمو در آوردم برای عروسی، اگرم نیاد ما چه خاکی بر سرمون کنیم. اون وقت این آقایون میان و میرن، انگار که مثلا از تهران میرن کرج یا ماکسیمم میرن چالوس و برمیگردن، نمیدونم والا. اون وقت اینا میگن ما اسامی اینقدر آدم ها را دادیم که میخوایم بگیم پولاشون هم ازشون بگیرن. میگم شما چرا اینقدر نگرانین؟ همینجوری که این پولا رو تا ذره آخر از آقای پهلوی، از خواهرش، از برادرش، از مامانش، از برادرای شاه، از عمه شما، از خواهرای شاه گرفتن، آقا نگران نباشین، این پولا رو هم میگیریم از اینا، ما ملت غیوری هستیم، ما نافرمانی مدنی بلدیم. بله، میگه که مرسی که یاد من کردی عزیز، به شما میگه. این قربون صدقه ها رو دوستم برای همدیگه. اون پشت، اون پشت میدونید چیه؟ تو مجلس ها دیدی مثلا یکی از اونجا میاد، از شما رو که میبینه سر تکون میده یواش، شما هم دست میذاری تو سینت سر تکون میدی یواش، این میشه انگار اون پشت دارید به هم سلام علیک میکنید. ولی فکرشو بکنید، مثلا من دارم حرف میزنم، یه مجلسی آقای خوشنودی از اونجا میاد، آقا پرویز این ور میبینه، از اونجا میگه پرویز چطوری کاکو خوبی؟ نیومدی دیروز، اما فوتبال داشتیم بازی میکردیم. نکنید این کارو. اون پشت دعوتش کنه، این اون پشت ازش تشکر کنه. ولی یه چیزی اگه عمومیه، این خط خصوصی و ای بابا ما از صبح تا داریم رقل خصوصی و عمومی صحبت میکنیم. آقا این ماشین اسنپ با وجودی که شما کرایش میکنی، باز این یک وسیله عمومیه که در اختیار شما قرار گذاشته شده که از نقطه A ببرتت به نقطه B با قبول شرایط اون شرکت. دیدید هر جا، آقا شما میری یک کافی میخوری $2، میخوای از اینترنتش استفاده کنی، 600 صفحه وکیله برداشته نوشته، اون زیر کوچولو نوشته شما قبول میکنی؟ والا یه جمع وقتی میزنیم قبول میکنیم، یه دفعه میبینیم آقا بهشون میگم والا این قبول نکرده باشیم که ما امروز بعد از ظهر سوار هواپیمامون بکنیم بکنیم بیرون، چون هیچ که نمیخونه. اینجوریه. وقت شما از نافرمانی مدنی در ایران صحبت میکنید، نافرمانی مدنی، سعید کاووسی میگه آقا اینجا شما دستت رو فرمون نباشه اسلحهشو کشیده شوتت میکنه، فیلمر لایو نشون میداد، دختر خانمه حالا اونا دو موام داشتن، ولی تو پلیسی، تو این همه وسیله برات خریدیم در اختیارت گذاشتیم، هفتی مثل شریف چیز نیست تق 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 شوت کنی، هی میزنن میکشن، هی من و شما باید جریمه بدیم، 1,000,000 میدن به این، 2,000,000 میدن به اون، طرف اگه زنده باشه تو آخر عمرش، اولا اینا خودشون هم دیگر میکشن، هیچ کدومشون بالاتر از 40-50 سال نمیرسن، تا آخر عمرش $50,000 پول گیرش نمیاد، چون داره ولفر استفاده میکنه. یکیشون کشته میشه، یه در به خونه 3,000,000 پلیس باید پول بده. این 3,000,000 درسته به معنی که مثلا 300,000,000 آمریکایی هستیم، خب 10 سنت چقدر میشه؟ درست میگم 10 سنت میشه، ولی همینه دیگه. بله، آقای فرخ سپهرار، ما خودمونو کشتیم، اینم نه انگلیسی، البته این دفعه انگلیسی نوشته، من از عذر میخوام اشتباه گفتم. رامبد جوان واز پاسدار and his uncle is part of پاسداران and is millionaire in تبریز. خب پس خدا پدرت بیامرزه، اون چیزی که من گفتم شما داری درست میگی.
این فیسبوک هم ما تا به فرخ عوضی گفتیم قطعمون کرد. بذاریم ببینیم، یه مسجدی در استانبول رفته بودم، یه مرد آمریکایی جلو من، اوکی، بهش یه لونگ دادم. خب بذارم ببینیم، ببندم. اجازه بدید یه بار دیگه اینو شروع کنیم، بعد میام براتون. عجب، ببینید اینجام که هستم این اشکاله هست، یعنی فیسبوک اشکال داره نه سیستم ما، چون ما امروز با وجودی که از جای خودمون نیستیم ولی این اشکالا هست. خب حالا من بیام اینجا بخونم این چیزایی رو که فرخ و خانم تنازی و اینها نوشته بودن. بله، یک لحظه. وقتی سیستمت میریزه به هم، اصلا دلت میخواد برنامه اجرا نکنی. گاهی وقتا میگم برنامه اجرا نکنم، مخصوصا روزایی که مهمونی کسی ندارم، به کسی قول ندادم برنامه نذارم. اگه شما آمدی بگم، مگه شما وقتی نمیای من از شما میپرسم چرا نیومدی؟ خب کار داشتی. چطور شما که کار داری عذرت موجهی که نیای؟ من اگه کار داشته باشم نمیتونم؟ خب ببینیم حالا اینجا چی شد. آمدیم دوباره، دوستان خوب شده دیگه، از بس قطع میشیم و برمیگردیم بلد شدن چی کار کنن. وقتا یادتون تلویزیون قدیمی بلند میشدیم، ما یه چوب پرده بلندی گذاشته بودیم، تا تصویر به هم میریخ باد میمد فلان میمد، یکی اون میدوید میرفت بیرون، اینجوری چوبه رو میزد به یه آنتن، یکم میچرخید، اون میگفت زیاد رفت، دوباره میزدیم برمیگشت. حالا این فیسبوک ما هم اینجوری شده. براتون بخونم ببینم چی نوشته. میگه که 9 تا 8 تا کامنت اینجاست، من براتون بخونم. بله، خانم تنازی میگه من یه مسجدی در استانبول رفته بودم، یه مرد آمریکایی جلو من با شلوارک وارد مسجد شد، بهش یه لونگ دادن، به دور شلوارکش بست، بهش گفتن شرایط این مسجد این است. مردم وارد مسجد شد، من از لنگش فیلم گرفتم. عجب بدذاتی. بله، خب اینم از این. ببینم دیگه چی بود اینجا، برگردیم برنامه امروز رو. و شما نظرتون چیه درباره نافرمانی مدنی، درباره این که به اصطلاح خودمون قانون رو در دست بگیریم و هر چیزی رو دوست نداریم بگیم این قانونه. مثلا من امروز را بیفتم به جای 55 مایل تو جاده برم 90، اگه کسی گفت بگم آقا من رانندگیم خوبه، ماشینم هم خوبه، ترمزم هم خوبه، این جاده رو خوب بلدم و اینا من محدود کردن، این قانونه دست پاگیره، من میخوام قانون رو با حرکات چی گفتم نافرمانی مدنی بشکنم. بله، آقای تبریزی اون روز دیدید زنگ زد، یه برنامه ای دارن فردا شب ساعت 7، گویا 7 شب تا 9، و قرار بود تا امروز هم برای من یه پوستر یا یک فلایری بفرستن که من به شما نشون بدم. نه ایشون فرستاد، نه اگرم به ما رسیده بود میتونستیم امروز از سیستم اینجا نشون بدیم، امکانش نیست. ولی ماجرا اینه، اگه کسی خواست بیاد، ایشون سفت و سخت دنبال اون ماجرای دانشگاه بو علی و حالا دانشگاه 26 و حالا شب با شرفان و اینهاست. و من به ایشون گفتم آقای تبریزی، شما چون میگی معلم بودی و درس میدادی یا معلم ورزش بودی، همونجوری که معلم ورزش دیدی روز اول که میاد بچه ها رو نمیگی برین 5 تاتون این ور 5 تاتون اون ور تیم فوتبال نمیدونم 10 تا 10 تا بازی کنید، توپ میده بهشون میگه فعلا این کارو بکنید، از اینجا بزنید به توپ برید اونجا، از اون ور بهشون میگه حالا با دو تا پاتون هی بزنید به توپ بیان این ور، بعدش یکی یکی نگه میداره جلو هم میگه حالا دریپ کنید نمیدونم اینجوری کنید اونجوری کنید اینجوری، قدم به قدم، استپ بای استپ درس دادنم شما چپتر به چپتر. اگر یک کلاس فیزیکی داری که قراره تو 13 جلسه به بچه ها یه ترمی یه سیمستری درس بدی، میای نگاه میکنی اینو 13 فصل میکنی. این که شما هی بیای هر دفعه به ما بگی که نمیدونم این کارا رو میخوای بکنی اون کارا رو میخوای بکنی، هیچ فرقی با این جنبشا نداره،
هیچ فرقی با اون نردبون سربی نداری. یک کسی که کاریکاتور بلده، این آقای چیز هم رفته فعلا پیداش نی، آقای کوروش سلیمانی. آقا عکس سربی رو بکشین پرچم، بگه بنویسه مثلا همه با من یا همه با هم یا به دنبال من، یه نردبونم بکش که فقط پایینش یه پله داره و بالاش مثلا این نردبون 16 فوتی، این نردبون 12 فوتی، اون وسطش که حقیقتا شما پله اولم لازم نداری، هیچ وقت پات تو پله اولی نمیذاری، اون پله ها رو لازم داری، معمولا پله آخرم لازم نداری، چون اون بالا که رسیدی دیگه پاتو برمیداری میذاری رو پشت بوم. سربی یه نردبون ساخته، از مردم هم طلبکار شده که آقا من براتون نردبون ساختم، بی غیرتا وطن فروشا چرا نمیان از این نردبون بالا بره؟ یکی بیاد بگه آقا مرد که دیوان نردبون ساختی پله نداره. توفیق گفته بود که شما بنویسید به چه دلیل خر هستید، همینجوری شما نمیتونی بیای تو حزب خران ثبت نام کنی. طرف نوشته بود آقا من خونه ساختم یادم رفته براش در بذارم، حالا تو خونه هستم. خب این قبول شد دیگه، سربی نردبون میسازه پله هاش یادش میره. راستی به این پله های نردبان چی میگن و چرا بهش میگن نردبان؟ برای که شکل نرده هست. بله، امروز دوستان 12 جون 2019 است، برابر با 22 خرداد. آها، داشتیم ماجرای مکزیک رو میگفتیم، رفتیم سراغ آقای تبریزی و اینها. ماجرای مکزیک رو ترامپ از مارچ بهش گفته بوده مکزیک که ما این کارها رو انجام میدیم. الان وقتی که خورد به این بنبستی که دوباره تمام مجلس و مخصوصا این خانم نانسی پلوسی و اینها اینو انداختن تو روغن داغ، این ماجرای تعرفه و اینا رو راه انداخت که الان گندش بالا اومده. دیروز هم یه کاغذی گذاشته بود تو جیبش، مثل اینایی که خانمشون بهشون دستور میده برو مثلا کلم بخر و کاهو بخر و اینها، گفت اینها این قرارداد ما با مکزیکه. بعد آمده بودن ازش عکس گرفته بودن از راه دور، میگفتن این اصلا هیچ چیزی نیست درباره مکزیک و اینا، مثل یه یادداشته. ولی وزیر امور خارجه مکزیک یه قراردادی رو نشون داده که آقا ما اینو مارچ، ماه مارس، الان 3 ماه گذشته، چقدر این مردک دروغگوه. و فقط اونایی که فول هستن، فول نه پورا، FOOL، اون پور، فول پر میشه چی اسپلش؟ FULL هست، ولی این FOOL هست، با فیول هم اشتباه نکن. بله، ما به نرده بود میگفتیم سد، درست میگی باریکلا، میگوی سد بیار، نمیگفتیم سد بیار، میگفتیم برو اون سدو رو ورد بیا. اینا که الکی به فلکه گاز میگید فلکه گازو، یاد بگیرید کجا او میشه. ما اینا رو درست کردیم که حرف رمزه، بین خودمون بفهمیم که شیرازیه که نیست. مثلا من اگه به این آقای خوشنودی بگم اگه تو شیرازی هستی به صافی میگن چی، فوری میگه ترشباله، میفهمیم شیرازیه. به نردبون میگفتن چی؟ میگه سد. حالا اون سدم از کجا بوری؟ نه، آهان، میگه نردبام مساویه با نردبام مساویه با نردبان. این آقای نیساری فارسیش از ما بهتره. بله، حالا آقای نیساری به من بگو چرا تو شیراز به نردبون یا نردبان یا نردبام میگو، فکرم نردبام درسته چون با نرده هایی که بود که میرفتیم برو پشت بوم، چرا میگفتن سد؟ اون کلمه سدم چجوری مینوشتن؟ خب آقایی به نام آقای انصاری نوشته آقای سربی عزیز، آمریکا خودش مادر تروریست های جهان است و تعلیم تروریست بودن میدهد. ارتش آمریکا با تجاوزات نظامی به کشورها مردم بیپناه را با بمبارانهایش از پیر و جوان ترورایز و با خاک یکسان می کند و آنهایی که شانس می آورند زده می مانند تا آخر عمرشان در ترور عمر خواهند گذارند. حتی حیوانات آن محیط در امان نخواهند ماند. سربازان آمریکا با لگد شبانه وارد خانه های عراقی می شدند و پدران بچه ها را جلوی چشم کودکان برگبار می بستند. این اعمال ضد انسانی آمریکای تروریست محض است. و همون سربازه حالا بر می گرده روزانه اگه اشتباه نکنم 22 تاشون اینجا خودکشی می کنن، بر می گرده شب نمی تونه بخوابه،
برمیگرده این بچه‌ای که کشته شده، یکیش الان اتفاقا میخواست چیز رئیس جمهور بشه، آمد و تعریف کرد که در یکی از حملات داشتن میرفتن و اینا اشتباهی یه خانواده‌ای رو به گلوله بستن، پدر و مادر رو کشتن و اون بچه‌ها توی اون ماشین زنده بودن و این گفت که ما اینا رو ول کردیم رفتیم و توی اون گرما با اون شرایط امکان اینکه این بچه‌ها زنده بمونن نیست، ولی من مملکتم رو دوست دارم، برای مملکتم این کار کردم. شروع کرد گریه کردن، اونام شروع کردن براش کف زدن، ولی این آقا قولتون میدم اینا شب خوابشون نمیبره، اینا زندگیاشون از هم پاشیده شده، رفته و آمده دیده اونی که تو عروسیش بست فرندش بوده الان شده شوهر یا شده دوست پسر زنش و مسائل خیلی زیاده. اگه کسی خواست در این مورد صحبت میکنیم. خیلی خوشحالم آقای خانساری هم اینجا هستن و اگر بشه یکی دو هفته دیگه با ایشون صحبتی داشته باشیم درباره جنبش های نافرمانی مدنی، ایشون تحقیقاتی انجام داده یا نه و چرا ایرانی ها همش از این جنبش های یک روزه میاد مثل فواره میره بالا و فواره چون بلند شود سرنگون شود و میاد پایین و نابود میشه، میرتش تموم میشه، و چرا یه جنبشی یه شخصی نمیاد، یکی میاد مثل حخا میگه من میخوام 50 تا هواپیما اجاره کنم برم میدون شهیاد، بعد یه بیچاره هم اینجا از این ایجنت هایی که بلیت میفروشن، اون موقع هنوز اینترنت خیلی چی نبود، از این ایجنت ها بود، میاره بهش میگه شما به ما 50 تا هواپیما میدی، اونم میگه بله، اون که نمیدونه این چی گفته به مردم، فکر میکن بعد مردم فکر میکنن این از دولت آمریکا اومده، طرف ریل چیز بود، ترافل ایجنت بود توی واشنگتن. شما اینجا هر روز رسمه، یه مدرسه ای زنگ میزنه میگه آقا ما میخوایم بچه های این مدرسه مثلا 500 نفرشون برن اونجا، میگه خب 3 تا هواپیما کرایه بکن برو. یکی میگه من 12,000 تا به اصطلاح بیمه اینایی که چیز شدن میخوام ببرم هوایی، بهش میگن اوکی 50 تا هواپیمایی نمیدونم اینقدر چند نفر سوار میشه میبرتون. اون مردکر آورده بعدم میگه دیدید که هواپیما هم آماده است. بعد اون فاضلاب آقای فاضلی احمق‌تر از این که مدت دنبال کنه این را افتاده بود میگفت که بهش زنگ زدم گفتم آقا این کاری که شما میخوای بکنی خطر داره، گفتم خب دیوانه، مثلا خمینی که رفت ایران خطر نداشت؟ اون که تهدیدش کردن گفتن بیای هواپیما رو میزنیم، حتما دوستانی هم بهش گفتن آقا اگه بری هواپیما رو میزنن، حتما اونم جواب داده بذار هواپیما رو بزنن من کشته بشم، اون وقت ببین بزرگترین قسمت بدنشون گوششونه. ولی شماها اینجوری که نمیشه که آقا هی هر کدوم نشستن اونجا جنبش ایران بازان، جنبش ایران سازان، جنبش ایران یاران، جنبش تو برو من اینجا خوشم، جنبش تو برو کشته که شدی اونجا، انتخابات که شد، آزادی که شد، بعد من تصمیم میگیرم من میخوام چی کاره بشم میام اونجا، خجالت بکشیم واقعا. بله حقا البته نمونه خوبی نبود. خب قربان استاد، شما که این همه سال در کارهای به اصطلاح سیاسی و دیپلماتیک و اینها بودید، به ما بگید در این 40 سال یک نمونه خوب. حالا همون دوست شما هم هنوز تا هنوز سؤاله کجاست ایشون؟ ایشون کسی بود که اون پاسداره اومد و سوء استفاده کرد و شماها به اون بال و پر دادید و با اون آقای نوریزاده آمریکا و این ور اون ور رفتید و اینا کاری کردن که یعنی شما هم مسئول هستین، شما هم یه قسمت از اون کارا رو شما انجام دادید، کاری کردید که الان اگه یک کسی هم بیاد واقعا چوپان دروغگو شدن دیگه، کسی باور نمیکنه و این کراین وولف خیلی بده. شما 10 بار برو در خونه همسایت زنگ بزن بگو من مثلا خونم آتیش گرفته، اینا بلندشن بیچارا بیان، روزی که آتیش میگیره میری دیگه نمیان، میگن بابا این دیوانه است، این هفته پیشم هم همینو گفت، هفته پیشم هم همینو گفت. ما الان 40 سال اینجوری شدیم و هر کسی میاد فخرآور دیوانه، نمیدونم این چی مبارز پستو، مبارز نستو،
احمق انقدر میترسه که میگه نمیگه من کجا هستم چیکار هستم. یه شعری بود میگفت اونایی که گر عاشق راسخیز مردن نه هراس، مردار بود هر آن که او را نکشن. یه چیزی اینجوری بود، بابا باید بیان جلو. من فعلا اسممو قایم کردم، عکسمو قایم کردم، صدامم تغییر میدم. خب تو بعدا برو زیر خاک، چه احتیاجی به وجود یک مجاهدین، بزرگترین سازمان، منظمترین سازمان، مردی که رهبرش اگه مرده بیان بگید مرده که بهش فوش ندیم اقلا، اگه نمرده بگید به غلط کردن افتاده. آمریکا بهش گفته بیا اینجا نامه گوه خوردم، نامه امضا کن، بگو گوه خوردم، به قبر پدرم خندیدم، مستشارای آمریکایی رو زدم و اونا که اون کاری کردن ما نبودیم، بگم خب شما برو گم شو، برو اردن اونجا زندگی کن. آخه این چه سازمانیه؟ وقت زنکه هرزه این مریم هزار شوهر هر روز میاد هی اینجا دروغ میگه. البته شنیدم گفته حالا دیگه تا سال 2021 اینا میخوان ببینن رئیس جمهور بعدی کیه، چون امیدشون از ترامپ هم ناامید شد. و واقعا چه باید کرد الان خیلی دیگه چیز شده. بله آقای اکبری برای من راجع به سیاخان، سیاخان دیده بودی تو شیشه تو بیمارستان دانشگاه یا بیمارستان سعدی بود، هم در که وارد می شدی من استخونش اینا رو دیده بودم اینجور. بله سیاوش بوشهری معروف به سیاخان با قد 2 متر و 24 سانتی متر، نمیتونم امروز تصویر نشون بدم چون اینجا نیستم. بله آقای خانساری میگن جنبشی موفق است که برای اظهارات شما جواب درست داشته باشد، اگرچه همه انتقاد پذیر هستند. شما کاملا درست میگی و تا امروز ما نداشتیم جنبشی که بیاد بگه من نشستم اینجا برنامه‌م اینه، شماها شروع کنید از من انتقاد کنید. آقا یه برنامه، یه طرح که میخوان بریزن، یه خیابون، یه کوچه که میخوان درست کنن، 10 تا خونه، یه زمینی رو میاد یه مالکی، یه معماری، چی میگن اینجا، یه بیلدری میاد میخره 2 اکر زمین، اینو نقشه میکشه میبره میده به شهرداری، میگه من میخوام اینجا 10 تا خونه کوچولو بسازم. بهش میگن اینجا آقا، اینجا این زمینه آب نمیکشه، این 10 تا خونه وقتی آمدن ما آب دولت میکشیم بهت میدیم. اینا که میرن حمام، میرن توالت، اون آب مسترا، چاه، فاضلاب، سور، بعضیا سور هم میگن، سور غلط، سور کجا میخواد بره؟ یا فکرش میکنه میگه آقا من یه لوله‌ای میکشم از اینجا به فلانجا، یا میاد یه محلی رو درست میکنه، بهش میگن یه چیز بزرگی هست مثل استخر، تقریبا اون روشیه که اصفهانی ها در اصفهان انجام میدادن، که خشک میکردن، چون اونا هم آب نزدیک آب بوده و زمینشون اینا آب نمیرفته داخلش، و نمیدونم یه چیزی تنک بهش میگن، اسمش یادم رفته، یه مقداری هم گرونه. شما 10 تا خونه میخوای بسازی، چندین بار همین کار انجام دادی، باز باید نقشه داشته باشی، باز باید آرشیتکت داشته باشی، باز باید مهندس ناظر داشته باشی، باید سوپرینتندنت باشه سر جابت، هر روز صبح زودتر از همه کارگرها اونجا باشه. اون وقت میخوان برن ایران رو آزاد کنن، آبادم کنن، دموکراسی هم از همه جای دنیا بهتر باشه. میگه آقا مسئولش کیه؟ میگه اون که سریه. آقای خانساری یه دیوانه احمقی آمده بود اینجا از کانادا به نام فردوسی، این مرده که این سلویشن آرمی رو میگفت سلواسیون آرمی میخوام درست کنم برای ایران. آقا سلویشن آرمی اینجا بنده که چاپ شدم، کوتای قدیمی میبرم میدم، این نفر بعدی که میاد این کوتی که من خریدم $300 $200 بهش میدن، $2 میره، این میشه سلویشن آرمی. سلویشن وای میگم ما میخوام سلواسیون آرمی درست کنیم، ایران رو آزاد کنیم. بردمش بیرون، اومده تلویزیون E2 بهش گفت آقا ببینیم این پایین، من به سلویشن آرمی نشون بدم تو این لیزبرگ و اینا هست، آخه اسما را هی نرین یه اسم قشنگ که میبینین بردارین بیاد. گفتم این آقای تبریزی اسمی دیده بود نوبل، ترجمهش کرده بود میشه شرف، اشراف، با شرف، یه همچیز.
برداشته اومده نشته نوبلز نایت، شب با شرفان. گفتیم خب یعنی چی؟ اونایی که امشب نیومدن بی شرفن، فردا شب میان، شب رقاصان، شب نمیدونم. اصلا ول شده رفته یه جایی که مثل که دیگه جمع کردنش هم کار هر کس نیست. وقتا میگفتن روغنی که ریخت دیگه جمع نمیشه. خب صحبتای مزخرف من همینجا به پایان میرسه. یه چند تا خبر رو براتون بخونم و بذارم برید سراغ کار زندگیتون. رادار جدید چین تعیین محل جنگنده‌های رادارگریز آمریکا را ممکن کرد. میدونید که هواپیمای F-35 مسخره هم کردن، گفتن که از بس این پادشاه عربا خره و از بس این ترامپ شارلاتانه، رفتن اونجا وقتی مراسم رژه و اینها تموم شده، ترامپ بهش گفته که من دیگه حالا دیدم دارم میام، این 1000 تا هواپیما رو هم آوردم، شما یه چک بنویس پول اینا رو هم بده. گفتن کدوم هواپیما؟ گفت آقا ما که بهت گفتیم هواپیما ساختیم که نامرئیه، شما نمیبینیش. این هواپیمای F-35 میگن رادار این رو نمیبینه. حالا چین گفته رادار جدید چین تعیین محل جنگنده‌های رادارگزیر آمریکا را ممکن می‌سازد. اینم از این. سوریه چند موشک اسرائیلی را در آسمان منهدم کرد. طرح حمله علیه مسلمانان و یهودیان در فرانسه، پلیس گروه نئونازی را متلاشی کرد. اینایی که میگین آقا باید بزنیم این مسلمان ها رو، باید بزنیم بکشیم فلان بیسار، بعد نئونازی میاد، بعد نمیدونم گروه سفید پوستان ایریان و اینا میاد. اینا یه چیزایی که چند هزار سال بوده و رفته و از بین رفته. آدم ها به این نتیجه رسیدن که مثل آدم زندگی کنن. متاسفانه افراد تندروی مثل ترامپ شارلاتان آمد این آدمیتی رو که ما تظاهر میکردیم آدم هستیم این رو از بین برد و اون موجود وحشی که زیر این بود آورد. هیچ عیبی نداره که آدم یه مدت تظاهر کنه، چون اگه شما همش تظاهر کنی خب آدم خوب میشی. این گفت نه آقا این فایده نداره، این تظاهره، من میخوام برم بزنم بکشم بگیرم ببندم. حالا قیافش رو نگاه کنید، مردک نه شب داره نه روز داره نه زندگی، برای فقط دلش خوشه. این پسرش 90 میلیون گیرش اومده، اون 83 میلیون. دیروز پتیک برای من یه فیلمی فرستاده بود، یه آقای دامدار، یه کشاورزی توی ایران، این دام رو میبره، بعد میگه من وقتی میام این بالا اولا دیگه با نگاه میفهمم کجا علفاش الان شوره، نباید اینا بخورن، میبرمشون اون ورتر، بعد برای که بفهمم این علفا شیرینه به غیر از تجربه‌ای که دارم یه خورده علفم میکنم میخورم، میبینم شیرینه، میگم این براها هم بیام علف شیرین بخورن. حتی شما اگه میخوای گله داری کنی باید تجربه داشته باشی. واقعا از خودتون بپرسین چجوری یه بچه کوچولو راه میافتاد 2000 تا بره رو میدادن دستش میبرد، بعضی از این براها 18 تاش مال این بود، 500 تاش مال اون بود، 12 تاش مال اون بود، عصر هم همه اینا رو برمیگردوند به خونه‌های خودشون تحویل میداد. من و شما یه حیوان داریم، اینقدرم تربیتش کردیم، کلاس‌های مختلف بردیمش، آبدین نمیدونم فلان کلاس فلان، هر چی حالا کلی هم چی میگیریم دستمون، تشویقشه، بهش هم گفتیم هر وقت شما آمدی جلو ما یه دونه از این خوراک به عنوان تشویق بهت میدیم، هی صداش میزنیم آقا بیا دیگه چموش بیا اینجا، باز نمیاد. اون وقت این بچه یه سود میزنه 2000 تا بره رو ردیف میکنه. والا کاش که بریم یکی از اینا رو بیاریم رهبر جنبش بشه. نه، اشکال ما اینه که ما مثل اون بره ها هم حاضر نیستیم فرمون ببریم، حاضر نیستیم کسی رو قبول داشته باشیم. اونا چون قبول دارن که این چوپانه، حرفشو گوش میکنن. ما نه خودمون بلدیم چوپان باشیم نه چوپان بودن دیگری رو قبول داریم. این علی ترابی رفته مسیحی شده، میگم آخه اولا دیگه حالا تو که مسلمون بودی که 2000 سال رفتی عقب، اوکی حالا مسیحی شدی که شدی، تو سرت بخور، ما کاری به تو و خدا نده.
میگم تو چرا میای به مردم فوش میدی رو اینترنت؟ مگه این مسیح شما نگفته اگه یکی زد تو گوشت گوش اون وریتم بیار جلو؟ خب اینا بفهم، اینا هم مسیحی ها، اسمش علیه مسیحیه، اون یکی اسمش رسول مسیحیه، اون یکی کشیش رضا، کشیش نمیدونم بگید دیگه، حاجی عبدالله. خب دوستان عزیز، عقب نشینی دولت هنگ کنگ رسیدگی به لایحه استرداد به تعویق افتاد. این کلمه استرداد، وقتی که یه نفر یه جرمی مرتکب میشه توی کشوری، مثلا من تو آمریکا یه جرمی مرتکب میشم، بلند میشم میرم آلمان، اگه اینا بینشون قانون استرداد باشه، منو برمیگردونن اینجا. همون ماجرایی که الان اون آقای آسانج رو آمریکا و سوئیس و انگلستان و اینها به اصطلاح مسئله دارن که بدیمش اینجا یا ندیمش اینجا، میگن این جرمی در آمریکا چی نشده، خیلی پیچیده است. هنگ کنگ بعد از اینکه اون اجاره نامشون تموم شد و از زیر یوغ انگلستان، که حالا میگن آقا بابا کاش که زیر همون یوغ بودیم، همه پیشرفتا رو ما کردیم به خاطر که زیر یوغ انگلستان بودیم، آمد بیرون و فکر کنم 1995 بود شد دوباره همون جزو چین. چینی ها دیگه زورشون به اینجا نمیرسه، کسی که مزه آزادی رو چشید نمیتونی شما دوباره محدودش کنی. و تازگی ها اون خانمه که اونجا مسئوله گفت ما اگه کسی علی بنگی، بله حالا این علی بنگی بهت بگم، از موقعی هم که دانشجو نبودی هیچ وقت، این درس تموم نکرد، از موقعی که رفت سربازی بهش میگفتن علی بنگی، چون این همون قدیما هم هشیش مشیش میفروخت. بله بمانه. خب حالا که رفته کالیفرنیا، هم کلیسا هم مردم بدبخت خوب آمریکا بهش کمک میکنن، زنش هم زن زحمتکشیه، آرایشگاه کار میکنه، اینم از صبح تا شب این ور اون ور مزاحم مرد. بمانه. این خانم گفت که ما این قانون رو اجرا میکنیم، مردم 1 میلیون آمدن بیرون، فکر کنم 7 میلیون جمعیت داره، 7 میلیون، 1 میلیون آمدن بیرون، گفتن اگه شما یه نفر رو تحویل چین بدی، این چین حکومت و قضاوت درستی نداره، هر کسی رو خواست، هر کسی رو حرف حساب زد میگیره، میگه این غیرقانونی بوده. و تا دیروز خبری نبود، ولی امروز نوشته که کجا بود؟ بله، عقب نشینی دولت هنگ کنگ رسیدگی به لایحه استرداد به تعویق افتاد. خب خیلی هم خوب. میگه که آقای پومپئو، این من بهش میگم پوتیتو، این مردک دیوانه، شما باورتون میشه وزیر امور خارجه آمریکا میگه که خدا ترامپ رو فرستاده برای نجات اسرائیل؟ خب آقای مینوی روز دوشنبه داشت صحبت میکرد که اینا دروغ میگن، میگن موسی دریا رو شکافته. میگم خب آقا اونا دروغ گفتن، اینجا هالیوود میاد فیلم میسازه. دوباره این ماسماسه که ما قطع شد. عجب، ببینیم چیه، چرا اینجوری میشه. یک لحظه دوستان، بس که باید میرفتیم امروز، اصلا برنامه نمیذاشتیم دیگه، اون دوستمونم که نیست که بگیم به خاطر دوستمون از خلیج فارس میای. شما هم چهارشنبه ها میشد میتفوخ، روز خوشبختی، میرفتید برای خودتون خوش بودید، جمعه میدیدیم تو. و خلاصه ماجرای هنگ کنگ رو میگفتیم که این فیسبوک اینجا قطع شد. من میدونم این فیسبوک این کارا رو میکنه که آخرش بگه حالا هر کی برنامه لایو میخواد باید پول بده، نمیدونه که تا بگه یه پنی بده ما پا میذاریم به فرار و در میریم. ضمناً از دوستانی که امروز برنامه من و تلویزیون مردم رو حمایت کردن ممنون و متشکرم، و امیدوارم این کار رو دائم انجام بدن. من وقتی این دوستان حمایت میکنن خیلی خوشحال میشم، از این بابت که میگم هستن کسانی که برخلاف اون احمقایی که میگن آقا اینا مأمور جمهوری اسلامی هن، آقا ببین تو استودیو 1 میلیون دلاری نشسته، اینا میفهمن که اگر
یه تلویزیونی رو حمایت میکنن، یعنی ما قبول داریم که تو مستقلی، از جایی پول نمیگیری، من به سهم خودم نگاه میکنم، میام روزی یه دلار، میام روزی دو دلار، روزی کافی آقا هفته سه تا برنامه نگاه میکنم، هفته سه تا یه دلار میشه هفته سه دلار، و 52 هفته در سال میشه 150 دلار، 50 دلارش هم مهمون من باشید 100 دلار، 100 دلارش مهمون من باشید 50 دلار، والله هیچ کدومون نمیمیریم، هیچ کدومون از بین نمیریم. بله، میگه فیسبوک قطع شد ولی تلویزیون مردم بود، الان او هم اجازه بدینم، شاید من دستم اینجوری به چیز شد چون اون نباید قطع شده باشه، دوباره برگرد یه امتحانی کن، اینجا نشون میده اون وصله. خب دوستان عزیز بذار ببینیم براتون دیگه چی نوشتم. آها میگه که شیرازی‌ها بهش میگن پمپ اوو، پمپ اوو بهش میگن پمپ اوو. بله خب، رسوایی جنسی بنیاد خیریه بریتانیایی در هایتی، اکسفام عذرخواهی کرد. اینم از این. پس از سقوط عمر البشیر در سودان چه میگذرد؟ اتفاقا این سودان یه جایی بود که آقای امیر حسین لادن به عنوان نمونه اسمش رو می آورد و مثال می زد. حالا باید ببینیم که در اونجا چه میگذره. خب مسافری خروجی اضطراری هواپیما را به جای در توالت باز کرد. یه هواپیمای پاکستانی بود اگه اشتباه نکنم، بله پاکستان. میگه که اشتباه یک مسافر زن در باز کردن خروجی اضطراری سبب شد تا هواپیمایی که قرار بود فرودگاهی در بریتانیا را به مقصد پاکستان ترک کند برای ساعت‌ها زمین‌گیر شود. مسافر پرواز شماره 702 خطوط هوایی پاکستان که قصد رفتن به توالت هواپیما را داشت به اشتباه به سراغ خروجی اضطراری رفت و آن را باز کرد که این امر تأخیر دراز مدت 7 ساعته‌ای برای این پرواز ایجاد کرد. خب اینم از این. و ببینیم دیگه خبر بعدی براتون چی گذاشتیم. دوستان با پرداخت تنها 10,000 دلار تابعیت جدید بگیرید. حتما میدونید چند سالی هست صحبت از 1,800,000 دلار هست که بیاین یا در آمریکا سرمایه گذاری کنید یا در کانادا و این دوستان برای شما ویزا میگیرن. با کلمه پاسپورت اشتباه نکنید، ویزای اقامت میگیرن، اقامت موقت میگیرن، بعد میگن میشه تبدیل به اقامت دائم، بعد میشه تبدیل به پاسپورت. زمان میخواد، 4 سال، 5 سال، 6 سال، بستگی به نوع و پولش. حالا این خبر جالبه، با 10,000 دلار میگه اگر به هر دلیلی میخواهید تابعیت خود را تغییر داده و یا علاوه بر تابعیت فعلی تابعیت کشور دیگری را نیز کسب کنید، کشورهای مختلف با شرایط مختلف به شما تابعیت میدن و حالا کشوری حاضر شده تنها در ازای 10,000 دلار به شما این امتیاز را بدهد. روزنامه الشروق مصر به نقل از کمال آمر رئیس کمیسیون دفاع و امنیت ملی پارلمان این کشور گزارش کرد قانون جدیدی به پارلمان مصر ارائه شده که شروط کسب تابعیت این کشور به اتباع بیگانه را تعدیل میکنه. دوستان همین دوستای آقای ترامپ که الان چند تاشون در زندان هستن، یکیشون یا 5 تا یا 15 تا پاسپورت داره، همون آقای منفورد که وقتی هم صحبت کردن حتی یک کشوری اونم پول میگرفته پاسپورت میداده، با اون کشورم صحبت کردن گفت ببین ما پاسپورت رو به کسی میدیم که یه پاسپورتی از یه کشور دیگه داره، حالا شما اشکالتون چیه؟ گفت مثلا چرا به سوربی پاسپورت دادی؟ گفت سوربی پاسپورت آمریکایی داره؟ گفت بله. گفت خب ما از پاسپورت آمریکاییش استفاده کردیم پاسپورت دادیم، اگه اشکالی هست شما برین پاسپورتشو بگیرین و فلان کنین. یعنی اونا هم راهشو بلدن. ولی سوالیه که آره کسی حالا میخواد بره شهروند مصر بشه و آیا مصر کردیت اعتبارش بهتر از آبادی کسایی هستن که به حتی همون هم احتیاج دارن.
میگه که در صورت موافقت این کمیته به فرد اقامت موقت 6 ماهه اعطا می شود تا با حضور در مصر اقدامات بعدی مرتبط با کسب تابعیت را انجام دهد. مواظب باشید دوستان، خیلی از این برنامه ها اینجوریه که اینا وقتی به شما گفتن 10,000 دلار بده برات میگیریم، شما وقتی میری اونجا پوله رو دادی، حالا زندگی تو ریختی به هم، حالا آمدی نشستی اینجا، حالا میگن 5,000 دلار دیگه هم باید بدی. چیکار میکنی؟ 5,000 دلار دیگه میدی. 3 ماه دیگه که گذشت دوباره بهت میگن حالا 5,000 دلار دیگه هم باید بدی. چیکار میکنی؟ دوباره 5,000 دلار دیگه هم میدی. یعنی شما نه راه پیش برات میمونه نه راه پس. به قول صمد آقا، نه در غربت دلم شاد و نه روی در وطن دارم. بعد یه مدتی هم میگن ببخشید نشد، شایدم بهتون بده. میگه در خروجی هواپیما رو باز کرده، احتمالاً فکر کرده دستشویی تو حیاته. آره، خونه های ایرانی هم اینجوری بود دیگه، توالت و دستشویی توی حیات بود. بعدم اتفاقاً به توالت رفتن، دستشویی رفتن میگفتن رفته بیرون. بله. خب یه عکسی اینجا بود میخواستم بهتون نشون بدم که امروز نمیشه. این نشون میده که از موقعی که این ماجرای تروریست و اینها اومده چجوری بعضی هم دیگه واقعا سوء استفاده میکنن. یه سربازی رو داره نشون میده توی یکی از این کشورهای آفریقایی که یک خانم سفید پوستی رو داره به اصطلاح تفتیش میکنه، دست گذاشته روی بلا نسبت ایشون، روی حالت تناسلی یا هرچی که اسمی برین، و نمیدونم. خلاصه این عکس خیلی عکسیه، میگن یه عکس بهتر از 1,000 کلمه است، صحبت میکنه. ولی امروز نمیتونم اینجا عکس نشون بدم، شاید هم بتونم. بذارید بیارم اینجا. اگه اینجا بیارم، نه فکر کنم اگه بیارم اینجا شما هم ببینید، ولی اونجوری نیست. نمیدونم، اینجا ندارم الان 3-4 تا مانیتور و اینها ندارم، امکاناتم کمه و همون این حالمون گرفته شد. ساعتم 3:30، یعنی من 90 دقیقه با شما بودم، شایدم بیشتر. اجازه بدید تاستون خداحافظی کنم. ماجرای مکزیک دروغی بود که از مارچ تا حالا اونها توافق کرده بودن و ترامپ این رو باز هم به عنوان یک برگ برندهی رو کرد که یه مدتی سر و صداها رو عوض کنه، نظرهای مردم رو منحرف کنه از اون ماجراها. ولی اگر دموکرات‌ها به موقع به اصطلاح اقدام کنن، اینو استیضاح کنن، حتی اگر برنده نشن، نظرات مردم رو به اصطلاح درباره موضوعات خلافکاری‌های اینها روشن کنن، من فکر میکنم سال 2020 ترامپ انتخاب نمیشه. ولی اگر فسفس کنن، که تا حالا فسفس کرده این دموکرات‌ها، یک بار دیگه هم انتخاب میشه و میشه 8 سال. چه باید کرد من نمیدونم. میگه که سپر لیزری سیستم دفاعی جدید نیروی دریایی آمریکا برای مقابله با قایق‌های مهاجم. اینا وقتی که سالهای پیش میرفتن اونجا، این قایق‌های سپاه پاسداران میومد و میچرخید و اذیتشون میکرد، حالا این ناو هواپیمابر و چیزهای دیگه که رفته اونجا مجهز هستن به یک، میدونید شما با لیزر همینجوری که جراحی میکنن میتونن یه چیزایی رو بسوزونن، اصلا بزنی. یادتون اون وقتا با ذره‌بین میگرفتیم روی کاغذی، بعد انقدر اینو بالا پایینش میکردیم، یه جایی شروع میکرد به سوختن، یعنی با ذره‌بین آتش درست میکردیم. این همون نور و ری بهش میگن. یادتون شد میگفتن ریبن، عینک ریبن، یعنی ری رو، یا میگن ری اکس ری، اون اشعه ری میشه. در صورت این اشعه لیزر که خیلی از کارهای پزشکی رو انجام میده، از اون برم خیلی از کارهای انهدام رو انجام میده، یکی از اینا کارش اینه، وظیفهش اینه، گذاشتن روی کشتی‌های بزرگ آمریکایی در خلیج فارس جهت مبارزه با کشتی با قایق‌های تندرو سپاه پاسداران. دوستان عزیز، شما هم میتونید در تلویزیون مردم برنامه داشته باشید، شما هم میتونید. اون دوستانی که لطف کردن، حمایت کردن، میتونن
اگر مایل باشن فیلم های مورد علاقه شون رو از تلویزیون های دیگه حتی بگن ما براشون پخش کنیم، یا موضوعاتی رو اگه میخوان مثلا بگن در این فیلم دقیقه فلان این آقای مثلا مصداقی یه همچین چیزی گفته. مصداقی آدم بدبختیه دوستان. ببینید اونای دیگه آمدن از سازمان مجاهدین و گفتن ما جوان بودیم نفهمیدیم گول خوردیم، حالا میایم داستان گول خوردنمونو برای شما میگیم. مصداقی هنوز که هنوزه فکر میکنه میفهمیده و حالا میفهمه. یه آدمی جوون بچه پررویی که رفته اونجا به عنوان بلنگو ازش استفاده کردن، بعدم با تیپا انداختنش بیرون یا خودش آمده بیرون، این احمق هنوزم فکر میکنه همه چیز دنیا رو میدونه. میگن زن نجفی کشته شده برنامه میذاره تعریف میکنه، میگن بمب اتم اومده میاد تعریف میکنه. این ایرج مصداقی همون متخصص پشکل تا بمب اتمیه که من بارها گفتم، و اون روزم درباره حسن دایی الاسلام و مجاهدین و اینها صحبت کرد، دو سه تا حرف درست زد. یکی این که آقای حسن دایی الاسلام پول رو به اصطلاح سازمان مجاهدین و تندروهای آمریکا بهش کمک کردن. بعدم اون پیروزی میروزی نبوده، نیاک از اون شکایت کرد، ورد دادگاه، دادگاه یه چیزایی رو به نفع اون یه چیزایی رو به نفع اون. بله اینجوری نبود بگن حالا اینقدر پول بده اینقدر برنده شدی برو بشین تو کاخ سفید، اینجوری نبود. حالا هم نشسته اونجا روزی یه ساعت با آقای میبودی حرفای 40 سال پیش رو قرقره میکنن. قرقره هم غلطه دوستان، قرقره هست. قرقره میدونیم مثل چیه؟ موقع گلو درد دارین مثل من آب نمک رقیقی درست میکنین میریزید تو گلوتون، چه مهارتی میخواد که این آب نره پایین با اون هوا شما قرقره کنید اینجوری. به این میگن قرقره چون صداش قرقرقرقره. آقای حسن دایی، آقای ایرج مصداقی چیزای 30 سال 40 سال پیش رو دارن قرقره میکنن. هرچی مجاهدین میگن اینا میگن، و 50 سال مجاهدین رهبرش الان فراری، معدوم، مفقود، مرحوم، رئیس جمهورش هر شب زیر یکی، و اینم سازمان مجاهدین. میای این و آقای رضا پهلوی هم که شده منیجر دخترش برای کارهای مانکن و اینها. کارمون خیلی خرابه. از اینکه برنامه من رو تماشا کردید و با ما بودید و با همه این کمبودهایی که داشتیم ممنون و متشکرم. امیدوارم که جمعه از محل خودمون با شما باشیم. روز و روزگار بر شما خوش.